مگه نرمی؟ مهرآیین و عزیز و بزرگ، دوست همیشه و همیشه دوست، جناب سیاوش عربستان. استاد گلپا رو از جوانی میشناختم، با صداشون آشنا بودم، اما در واقع باید بگم نمیشناختم. تا از بیان شما و از نگاه زیبابین و از اندیشه زیبا اندیش شما با آثار استاد گلپایگانی آشنا شدم و در یک آشنایی مجدد ایشون رو از نو کشف کردم. در واقع استاد بزرگ جناب گلپایگانی، استاد اکبر گلپایگانی که واقعا اکبر و بزرگ و قابل ستایش هستند، همچنان گنج در ویرانه خاطرات پنهان مونده بودند تا زمانی که شما غبار خاطرات رو کنار زدید و استاد گلپا رو چنان جواهری به مردم ایران هدیه دادید. مردانی بزرگ، مردانی چنین که موسیقی اصیل و موسیقی فاخر ما رو آیینگی می کنن، همواره در بهترین جایگاه و پایگاه ذهن تاریخ ثبت و ضبط میشن. استاد گلپا شبیه هیچ کس نیستن و بزرگترین خصوصیتشون اینه که صداشون مال خودشونه. نه کسی میتونه شبیهشون بشه، نه ایشون شبیه کسی هستن. همین که افزوده شدن به موسیقی و تکرار مکررات نبودن، این یعنی هنر. هنر از زمانی آغاز میشه که یک اثر هنری معرف صاحب اون اثره، بدون این که امضا کنه زیرش، صدای خودش امضاست. و اون صفای ایرانی، صفای اساطیری در صدای استاد گلپا موج میزنه. اونچنان اشعار رو برای مخاطب زیبا و شیرین به آواز میخونن که شعر دوباره کشف میشه. غبار ندانستن و جهل نسبت به اون شعر به کناری زده میشه و صدای استاد عزیز ما گلپا چنان اون شعر رو به تشعشع و نورافشانی میاره که تازه میبینید چه گنجینه‌ای رو ایشون کشف کردن و به مردم دادن. مردانی همچون استاد گلپا در تاریخ ایران بزرگ ما ماندگار خواهند بود. نشانه واقعی عشقن، دلشون زنده به عشقه و دلیل حقیقی اون شعر که گفت هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، بر جریده ایام ثبت میشن، ماندگار میشن و هرچی زمان میگذره بیشتر میتابن، بیشتر درخشش دارن. این دریقی که من میخورم برای مردم روزگار خودمه که چه حقی داشتند اونهایی که این صدا رو از مردم دریغ کردن و چه خیانتی کردن به مردم. صدای استاد گلپا انسان رو به اصالت، به انسانیت، به دوستی، به مهربانی، به مهرورزی دعوت میکنه. صدای استاد گلپا به مخاطب میگه خبری نیست، بشین و مهر ببرز، بشین و دوست داشته باش. صدای استاد گلپا یعنی جنگ نه، یعنی دوستی آری، یعنی خزان نه، یعنی بهار آری، آری آری. سخن عشق نشانی دارد و اون نشان
در صدا و صفای استاد گلپایگانی است. مردی از قبیله هنر، مردی هم قبیله حافظ، هم دیار سعدی، همسایه رودکی و هم محل عارف قزوینی، بنان و تمام بزرگان موسیقی، نی داوود و در نهایت صوت داوودی ایشون آنقدر آسمانی و فرازمینی است که انسان رو به بالا میبره، علی‌رغم این که بعضی ها صداشون انسان رو فرو میبره. چرا؟ چون دوچار تقلیدن و به قول مولانا خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید با. استاد گلپایگانی در تارنکبوت های تقلید و تکرار گرفتار نشدن و خودشون آغاز کردن. البته مراحل راه روی و شاگردی رو به درستی گذروندن که حافظ فرمود تا راه رو نباشی کی راه بر شوی، اما به راه بری رسیدن و اینک رهبر صداهای ناب و شنیدنی هستند. استاد گلپا رو ستایش میکنن، یعنی زیبایی ها رو ستایش میکنن. استاد گلپا رو میبوسم، یعنی بهار رو میبوسم. درود بر شما که این استاد رو به ما هدیه دادید. شاد باشید و شاد زی. بدرود تا درودی دیگر. مهرآیین و عزیز و بزرگ، دوست همیشه و همیشه دوست، استاد گلپا، استاد امیر هوشنگ عاملی برای شما پیغامی دادن، تنظیم پیغام. نظرتون چیه؟ چه پیغامی داریم برای آقای استاد امیر هوشنگ عاملی؟ از پاریس با شما زنگ میزنم و سلام بکنم، ولی امروز روز ما رو ساختیم، با آقای اوستا هستیم دو به دو تو ماشین. ولی باور کن این صحبت هایی که شما کردی وصف الحال بود. میدونی اینو باید گفت وصیته. خب من حقیقت رو میگم، این هم وصیته هم نصیحته که بابا از بدی آدم به اینجا نرسیده. آقای امیر هوشنگ خان، آدم تنها خیلی ها صداهای قشنگ دارن، ولی اون چی که من میگم صدا نیست، اون عشق. و در صحبت شما این عشق ما تشخیص ده. الان که دو به دو در کنار رود سن نشستیم و داریم این صدای شما رو گوش میکنیم، لذت بردم که چقدر قشنگ متین. آخه لذت بردن از عشق هر کسی لیاقتشو نداره، همه پولکی شده، همه فکر میکنن با کلا گشتن سر این اون و دروغ گفتن و اینو گفتن و اونو گفتن و اون حرف. نه بابا، آدم وقتی میخواد به قله برسه خیلی مهمه، اون برای سرازیریه. وقتی من زمستون رو تحمل میکنم به خاطر اینه، این من به خاطر اینکه پشتش بهاره، گل رو میبینم. درود باشه. من این عشق رو دارم و اما من چرا با کسی دیگه در تماس هستم؟ من الان نشستم با آقای اوستا داریم همین صحبت بکنیم. خب بله، تو بانک ملی خیلی پوله، خیلی هم دنبال پوله، اونم بعد دیدین که هر کسی راه خودشو میره، همه ما دوست داریم، ولی ما هدفمون یه چیز دیگه است: عشق، محبت، شجاعت، دوستی. اینا برام مهمه، نه اذیت کردن و نه اینکه عقده و حسادت. اینا کی به اونجا رسیده؟ از اونجا کی چیزی از خودش برده؟ ما همه داریم اسباب اینیم که یه پول جمع کنیم تو بانک بذاریم چهار تا صفر اضافه بشه. نه بابا،
عشق، محبت، دوستی زیر بغل زبونا رو گرفتن. درود بر شما، درود بر شما. من الان دیدم بچه آقای افستا 7 سالشه، خواهی چقدر قشنگ میرخسی، بعد زیر بغلش گرفت. این بچه استعداد داره. ما بیاییم نه رقص بده، چرا بده؟ به من چه برسده؟ بعد از نظر شما بعد خب نه گوش نکن، تلویزیون گوشتن خاموش کنید یا روشن کنید. ولی من دوست دارم جوونا رو عشق میبرزم. همه این کسانی که من باشون هستم با کسی من کاری ندارم، همه خوبن. منم نه سیاسی هستم نه چیزی، ولی عشق خیلی مهمه. هر کسی نمیتونه عاشق باشه، هر کسی نمیتونه دوست داشته باشه. دوست داشتن خیلی از بهتر از عقده است، حسادته. ما اینا رو گشتیم کنار. شما ببینید با 4 کلمه شما ما رو منقلب کرده اینجا. ما 2 نفر نشستیم واقعا منقلب شدیم. ایشالله که همیشه سلامت باشین و مرد و مردونه حقایق رو بگید. خیلی متشکرم. من از طرف آقای اوستام از شما تشکر بکنم. خیلی ممنون، قربان شما گلپا. درود بر شما استاد امیر هوشنگ عاملی. اینم پیام مهربانانه و زیبای استاد برتر موسیقی ایران استاد اکبر. غزلی برای مهر آیین اوستایی، استاد عاشقی سیاوش اوستا که یک ایران شادی است، از استاد امیر هوشنگ عاملی. ابراز. وقتی دهان شعر مرا باز می کنی، یعنی که یاد خواجه شیراز می کنی. تو حرفهای ساده ما را چنان غزل می پیچی و شبیه به یک راز می کنی. امروز از زمین و زمان گفته ای سخن، فردا مرا دوباره خبرساز می کنی. هر بار سر به این دل عزلت نشید نزدی، گویا دری به سومه ای باز می کنی. ای عاشقانه تر ز نسیم سحرگهان، با من دوباره میل سراغاز می کنی. مثل بهار شاخه پرگل نثار تو، وقتی که خیش را به من ابراز می کنی. با یک نگاه ساده من سنگی مرا جان می دهی و صاحب آواز می کنی. عقل غزل به ذهن زلالت نمی رسد، دیوان مثنوی مرا باز می کنی. از استاد امیر هوشنگ عاملی تهران.